آقای درویش سلام، وقتتون بخیر. اولین بازی فصل رو با بفرمایید امین آقا. اینجا رو منو ببین آخه. بفرمایید. آقای درویش سلام، خسته نباشید. اولین بازی فصل بود. حضور تماشاگر واسه شما ممنون شد، ولی برد. بسم الله الرحمن الرحیم. پایین. خدمت شما و همه مهمانان عزیز، قبل از هر چیزی شاید نتونستم به همه عزیزان اهل رسانه تبریک بگم، از فرصت استفاده کنم تصویر می‌بینید بود خبرنگار مجدد و همه علی بگی پایین علی زحمت کشان این عرصه تبریک عرض کنم. امیدوارم که صحت و عدالت رو مثل همیشه در انعکاس اخبار مد نظر داشته باشم. خب الحمدلله خدا کمک کرد، زحمات بچه‌ها به ثمر رسید، بازی اول رو بردیم. خب همیشه میدونید که بازی اول به خاطر استرس هایی که هست و عدم شناخت کامل تیم مقابل و هماهنگی های لازم که باید انجام بشه، خب یه خورده مشکل و نتیجهش همیشه غیر قابل پیشبینیه. بچه ها زحماتشون به بار نشست، بازی اول و گام اول و با پیروزی پشت سر گذاشتیم. انشالله یقین دارم که روز به روز بهتر میشه، ولی خب اینجا باید این ضایعه رو واقعا نمیدونم چجوری تحلیل کنیم. خب شاید 50% 60% تیم‌هایی مثل پرسپولیس که هواداران بیشمار دارن، اون انرژی مثبتی که این هواداران به تیم میدن، انگیزه بازیکن و نشاط بازیکن رو بالا میبره. خب ما امروز محروم بودیم، امیدواریم که هر چه زودتر مشکلات مرتفع بشه. هواداران صاحبان اصلی این باشگاه حد نزدیک شاهد بازی بچه های خودشون باشه. آقای درویش مالی هم ضرر بود براتون دیگه، حالا از نظر کیفیت نتیجه. خب حالا مالی که ما اینقدر ضرر کردیم که این ضررها دیگه زیاد محسوس نیست. از باش محیطی هم ندادم بهتون آقا، داریم به یه جایی میرسیم که انگار ما از خودمون هیچ اختیاری نداریم اصلا، که من نمیدونم چه شکلی ممکنه که من میزبان اختیار تبلیغاتمو ندارم. با اینکه صحبتم کرده بودم با مسئولین لیگ، بنا بود یه تبلیغ رو داده بودیم بزنن، ولی الان شما دیدین که خب تبلیغات دیگه‌ای بود که اصلا به ما هم ارتباطی نداشت. ما وقتی در خونه خودمون اختیار تبلیغ رو نداریم، خب در جایی که مهمان هستیم امیدواریم که نگن آقا اون پیرنی که ما میگیم بپوشید، پیرن خودتون رو نمی‌پوشید. آقای درویش، در مورد نقل و انتقالات و مهاجم خارجی، یک خبرنگار عربستانی توییتی زده بود، یه خبری منتشر کرده بود که پرسپولیس با حمدالله بازیکن الاتحاد عربستان به توافق رسیده. خب شما میدونید که آقای گل محمدی هم گفتن در مصاحبه قبلیشون، اساساً اگر بناس یک بازیکنی مد نظر باشه، آقای گل محمدیه که باید اسم اون بازیکن رو بده. تا امروز چنین بازیکنی رو به باشگاه معرفی نشده که برای مذاکره با این بازیکن. متاسفانه حواشی فضای مجازی و این حرفا بسیاره، خیلی از اسامی که خب من اگه مثلا نمیگفتن این فوتبالیستی یاد نمیدونستم کیه. حالا به هر صورت به ما منعکس نشده برای جذب این بازیکن. حالا چجوری اون خبرگزاری یا اون سایت اعلام میکنه دیگه من نمیدونم، بهتر از اونا بپرسید بر اساس چه بود. خب این مشکل اصلی ما همینه. خب میدونی که این ورزشگاه معرفی شده از سوی باشگاه پرسپولیس و حتما باید اون جایگاهی که داره مرمت میشه تا حدود 44-45 روز دیگه هم فکر میکنم بیشتر نمونده. حالا قول دادن که انجام بده، یا جا داره نه، حالا بنا شد بلوک بلوکی انجام بدن. امیدواریم که دیگه، البته همه همشو میدونم شرکت تجهیز گذاشته. خب این یه بودجه فرا بودجه یه وزارت ورزش میخواد. قبلا هم معاون اول رئیس جمهور محبت کرده بودن، بنا شد یه بودجه، یه ورزشگاه ملی به تبع میطلبه که یه بودجه ملی برای این کار در نظر گرفته بشه. با بودجه‌ای که وزارت ورزش داره و شرکت تجهیز داره، یقینا اون بودجه کفاف درست کردن این پروژه ها رو نمیده. امیدواریم هر چه سریعتر این قولایی که دادن عملیاتی بشه، و یقینا اگر بودجه باشه یقین دارم که وزارت ورزش همه ی همشو گذاشته، حتی اگه بشه 3 شیفت کار کنن این کار انجام. به هر جهت آبروی جمهوری اسلامی اونجا ربطی به پرسپولیس داره. آقای محمدی هم بعد از استعفاشون تو ورزشگاه حضور داشتن، مصاحبه کردن قبل از بازی، گفتن مشکل شخصی عامله،
جدای من از پرسپولیس بود مونتا نه مشکل شخصی که شخصا داشته باشه. من اینجا باید تشکر کنم یادم رفت بازیکنان تیممون، مربیمون، کادر فنی که واقعا تو برهه‌ای که ما آپشن‌های فصل گذشته رو ندادیم که مقادر بسیار زیادی هم هست، درسته 100% پولشون دادیم ولی آپشن‌های زیادی طلب کردن نتونستیم مهیا کنیم. اول فصل هم بنا 20% رو بدیم ندادیم، ولی واقعا شاید بگم یه تیم بی‌بدیله. بدونی که کوچکترین اعتراض وقتی توضیح میدیم واسش که مشکلات ما در چه زمینه‌ایه، چه مسائلی باعث این شد که ما نتونیم عملیاتی کنیم، دیدین که اومدن بازیشونو کردن، تمریناشونو مداوم انجام دادن، امروز هم نتیجه خوبی گرفتن. انشالله امیدواریم که هرچی سریعتر این موانع جذب اسپانسر و این پولایی که از جاهای دیگه طلبکاریم بناست اونها رو تأمین کنیم، بتونیم گوشه ای از زحمات اینا رو. ممنون.